آمد آمد دل برداشت و رفت جای آن یاسمنی کاشت و رفت. عرض ادب دارم خدمت شما همیانان عزیزم در تلویزیون ایران فردا. چند هفته است که گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله، خاطرات ایشون، گذشته، سیر تحبر و تطور در شعر و ادب ایران. واقعیت اینه که در دوره قبل از انقلاب این کانون‌های روشنفکری موتور همیشه روشن بودن، در همه جا حضور داشتن. خیلی این کانون‌های روشنفکری فعال و جوشان بودن و این دیدارهایی که علنی بود در همه جا، هر چه می‌رفتید اونها رو می‌دیدید. جمعی از شعرهای متشخص در قلمرو سینما، روزنامه نگاری، شعر، داستان نویسی و و نقد بار مرمر بود که هر شب پر بود. آقای شاملو اونجا می اومد، آقای ساعدی رو من با جمعی از دوستانش می دیدم کنار بار نمی نشستم، اینا می شستن دور یک میز. بعد دکتر نوری‌زاده تقریبا هر شب اونجا بود، آقای عباس پهلوان همین ترتیب، سیامک پورزن، مهرنگیز کا، همه بودن. بعد کافه ورسای، در کافه ورسای بعد از ظهرها در اونجا شما چهره‌های معروف چپ رادیکال رو می‌دیدید که در هم جمع می‌شدن چند ساعتی رو در کافه در هتل ورسای می‌گذروندن، در اون قسمت رستوران و بار و کافش. همینطور کافه نادری بود که پاتوق چهره‌های مثل نادر نادرپور. کافه ریویرا بود در خیابان قوام السلطنه که نصرت رحمانی رو اغلب میشد اونجا دید، آقای تقوایی فیلمساز رو، خانم معصومه سیحون، جمعی از نقاش‌ها، آقای سیاوش کسرایی رو اغلب میشد در برج دید، به اتفاق دوستانش که هم گرایشات چپ داشتن و بیشتر نزدیک بودن به حزب توده. و در چاتانوگا هم که اونجا پاتوق شماری از چهره‌های معروف رادیو تلویزیون. واسه همه آقای دکتر نوری‌الله، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما و همکاران و بینندگان شما. یاد اون روزها به خیر، واقعا روزهای بیخبری و روزهایی که بالاخره هر جوری بودش همه ما حق حیاتی داشتیم و زندگی میکردیم در کنار هم. کمتر میدیدم این وسوسه‌ای که امروز وجود داره بین روشن فکرها، همه تقریبا میشه گفت که مناسبات حسنه‌ای با هم داشتن، کینه و دشمنی بین اونها نبود، اختلاف بود ولی من شاهد کینه و دشمنی بین اونها نبودم. شما پاتوقتون کجا بود آقای نوری‌الله؟ بیشتر کجا میرفتی؟ من عرض کنم که ظهر را اکثر اوقات در کافه فیروزی هم میشد. کافه فیروز بودی؟ بعد عصر که میشد، عرض کنم که شامی میخوردیم و میومدیم بیرون، میرفتیم به کافه نادری و بعد از کافه نادری هم اگر هنوز وقتی ماقی مونده بود به همون هتل مرمر رو عرض کنم که از همون هتل هایی که به حال یه لابی داشتن و میشد نشست. درست. به اونه هم که علی میگساری بودن میرفتن به استانبول، طبقه دوم یه جایی بود اغلب، من بچه ها رو اونجا میدیدم. بله کاملا درسته. عرض کنم که در همون پاساژی بود که یک موقع کافه اونجا وجود داشت که پاتوق یاران اربعه بود، یعنی عرض کنم که صادق هدایت و انجمی شیرازی و اونها در اونجا جمع می شدن. بعد اون پاساژ رو کوبیدن و نوسازی کردن و اون بالاش مشروب فروشی دو طبقه وجود داشت که اونجا دیگه کسانی که می خواستن برن حسابی باده گساری کنن اونجا می رفتن. و روشنفکران نزدیک به دربار که اغلب هم چهره‌های نسبتاً میان سال بودن، مثل رسول پرویزی، وابستگان آقای علم، آقای باقری، روزنامه‌نگارانی مثل آقای بهزادی و اینها میرفتن به اون کافه فرانسه. اسمش چی بود؟ یه رستورانی بود، خلاصه گردانندگانش فرانسوی بودن. یکی هم بود که به نام هتل سوئیس یا کافه سوئیس، در اونم در ایران شهر اگر اشتباه نکنم، یه دم اونجا جمع میشدن. من وضع جیوان طوری نبود که به اونجا اونجا آها. بعد گروهی هم میرفتن به کافه قناری بعد از ظهرها، مثلا احمد شاملو رو ما اغلب در اونجا میدیدیم. یه بار یادم خانم شکوه میرزادی که اگه اشتباه نکنم مهرنگیز کار بود و آقای سیامک پورزند و آقای عباس پهلوان، رفتیم شاملو اونجا نشست و دیگه نشستیم دو ساعتی با هم بودیم و قهوه خوردیم و گپ زدیم و حرف زدیم.
دوران بله خوبی بود. نبش روزولت و تخت جمشید. دقیقاً بله. اسمش هم عوض شده. خب آقای دوشنون ریالا، ما رسیدیم به مسعود کیمیایی در بخش سینما. خب بالاخره یکی از چهره‌های جنجالی قبل از انقلاب بود و فیلم قیصرش رو خب اینم روی هم رفته، چه برداشتی از او دارید از کارهاشو و اصلا چی شد که خود شما جذب سینما شدید؟ والا خب این یه حکایت طولانی داره که من نمیدونم که از کجاش آغاز بکنم، برای اینکه بعد از اتفاق 28 مرداد و فروکش کردن کارهای سیاسی در ایران، عنایت به کارهای هنری و فرهنگی خیلی رشد پیدا کرد و جز اون دسته از کسانی که در واقع ماتم سرا بودن، یعنی اینکه مونده بودن در اونور، عرض کنم که ماجرای 28 مرداد و نمیخواستن قبول بکنن که زندگی به حال ادامه پیدا میکنه و در نتیجه مثل اخوان ثالث و اینها یا حتی نصرت رحمانی که اینا دیگه نویسندگان و شاعران به قول خود نصرت رحمانی مردانی که در غبار گم شدن، معتاد شدند، عرض کنم ناامید شدند، شعرهای خیلی ناامیدی گفتند. ولی نسل ما که وقتی مثلا 28 مرداد اتفاق افتاد، من 11 سالم بود، اون روز رو کاملا به یاد دارم که خیابان ها چگونه بود. حتی یادمه که عصری یه مجسمه، یعنی روز 25 مرداد رو خوب یادمه که مجسمه پادشاه رو در سنگلج در اون پارک شهر کشته بودن پایین و سر مجسمه رو یه دوچرخه سازی توی کوچه ما بود و داشته بود آورده بود اونجا. کاملا اون روزها یادمه. خب چه احساسی داشتی چون بابانی بچه 11 ساله روی هم دیگه متاثر بودید، خوشحال بودید از این اتفاق؟ عرض کنم که من بیشتر میتونم بگم که خوشحال بودم، راستش خوشحال بگم، به خاطر اینکه من در میدیدم که عناصری که فعال شده اند در اون اواخر کار همه این لاتا. ببینید من پدرم افسر ارتش بود و بعد در دوران رضا شاه مورد غضب قرار گرفته بود و رفته بود زندان و متفقین که آمدن آزادش کردن و او تازه ازدواج نمیدونم چندمیش بود با مادر من کرد و ما به دنیا آمدیم. نسل ما نسلی بودش که کودکیش رو در ماجراهای اشغال ایران و نمیدونم متفقین و آذربایجان و کردستان و اینا گذرون. یعنی الان من وقتی که بر میگردم مطالبی رو راجع به اون موقع میخونم یادم میاد عکس ها، ولی در این حال نمیتونم دقایق کار رو خدمتتون عرض کنم. اما از زمان عرض کنم که خوب یادمه که وقایعی که در ذهن من به خوبی باقی مونده در واقع از تیراندازی به پادشاه در دانشگاه شروع میشه که من یادم ما یک رادیویی داشتیم، یعنی پدرم یه رادیویی خریده بود، رادیوی آندریا، و اولین چیزی که ما شنیدیم از رادیو سخنان پادشاه بود که از تخت بیمارستان داشت برای مردم صحبت میکرد و خب یه واقعه تکاندهنده بود در این. اما بعد از 28 مرداد که ما دیگه رفتیم به دبیرستان و مثلا نوجوانیمون رو آغاز کردیم، دیگه از این شروع شهرها خبری نبود و تمایلات بیشتر میرفت به طرف این که عرض کنم که بپردازیم به مسائل فرهنگی و اینها. من یادمه که در فاصله سال 32 که 28 مرداد افتاد تا سال 1340 که من رفتم به دانشگاه، این دوران دبیرستانی رو وقتی که سعی میکنم به خاطر بیارم همش میبینم که مثلا در جمع دبیرستان ما کمتر کسی بود که حوصله بحث سیاسی داشت، بیشتر رغبت به این بودش که مثلا کار نمایشی بکنیم، کار سینمایی بکنیم. حتی آزمایشگاه شیمی مدرسه‌مون رو مدیر مدرسه به ما اجازه داد که ما یه گروه تئاتری درست کنیم و اونجا تئاتر بگذاریم. به حال علاقه اون من و اطرافیان من، بچه هایی که ما با هم دیگه کار و زندگی میکردیم، بیشتر متوجه مسائل فرهنگی بود و کنجکاوی در مورد این که
عرض کنم که چه اتفاقی در این زمینه ها میتونه بیفته، به خصوص که بعد از 28 مرداد چندین مجله میشود گفت فرهنگی روشن فکری شروع کردن منتشر شدن، مثل سپید و سیاه، مثل خوشه و روشن فکر. و ما تو دبیرستان که بودیم خواننده این مجلات بودیم. در مجله فردوسی به خصوص به نظر من ظهور دو تا شخصیت اساسی اصلا نسل ما رو شکل دیگه ای به خودش داد. یکی عرض کنم که ایرج پزشکزاد بود که با آوردن یه نوع طنز جدیدی در ساحت طنز نویسی ایران، با اون دو صفحه که داشت به نام آسمون ریسمون، عرض کنم که به ما اصلا طرز دیگری از خندیدن رو یاد داد، القا کرد. ما دیدیم که خیلی چیزای جدی رو اگر که اینک پزشکزاد رو به چشم بزنیم میتونیم خندداریش رو ببینیم. مثلا یه غزلی رو انتخاب میکردش مثلا از دکتر خانلری و یه هیئت خیالی تحریری هم برای اون آسمون ریسمون خودش درست کرده بود که یه رژیسور محمود خان بود، نام چی بود، عبدالمطلب خان بود غیره، و اینها در هفته یک بار میشستن و بحث میکردن راجع به مسائل فرهنگی. مثلا میگفتن این هفته این غزل از دکتر خانلری منتشر شده. و بعد یک جوانی هم عضو این هیئت بود که به او معمولا دستور میدادن که تا هفته دیگه مثلا برو چه کار بکن، بهش گفتن که برو مثلا این غزل دکتر خانلری رو به تبدیل کن به یه نمایشنامه. یعنی یه جوان خیالی. بله بله، همه رو خود پزشکزاد می نوشت، ولی تقسیم کار شده بود اونجا. مثلا ابو طالب خان خیلی آدم قدیمی سنتی بود، رژیسور محمود خان مثلا خیلی مدرن بود و اینا، این جوان دانشجو هم مجری حرفای اینا بود. و بعد این میرفت این کارهای اینا رو تبدیل به نمایشنامه میکرد و واقعا نمایشنامه های خندداری از آب در میومد. یعنی آدم وقتی خود غزل رو میخوند از هیبت کلام و وزن و قافیه و این حرفا نمیفهمید که این شوخی هم میتونه باشه. اما وقتی که این تبدیل به نمایشنامه میشد که مثلا دکتر خانلری که موهاش هم مثلا یک کمی رنگ کرده و این حرفا و یک رو دوشار هم پوشیده و در اتاق انتظار نشسته که معشوقش از راه بیاد و بعد معشوق میاد و خیلی مسئله خوشمزه بود. منظورم اینه که ایرج پزشکزاد یکی از سازندگان به نظر من نسلی بود که در دهه 40 به ثمر رسید. و به خصوص خب اون مسئله عرض کنم که دایجان ناپلئونش و اینها دیگه اوج ماجرا محسوب میشد. اما شاید نسل امروز ایرج پزشکزاد رو فقط با اون دایجان ناپلئون میشناسه، در حالی که ایرج پزشکزاد هم مجموعه آسمون ریسمونش که بعدها امیر کبیر اون رو به صورت کتاب منتشر کرد و هم تک کتابهایی مثل مثلا بوبول، یه اسمی داشته یه خانون بود که سگی داشت به نام بوبول و اینا، یک مضحکه ایجاد میشد. عرض کنم که نفر دومی که توی این ماجرا روی نسل ما بسیار تأثیر گذاشت دکتر هوشنگ کاووسی بود، مردی که عرض کنم که رفته بود فرانسه و در اونجا درس سینما خونده بود و وقتی برگشت به ایران عرض کنم که شروع کرد در مجله فردوسی نقد سینما نوشتن. خب سینما تنها سرگرمی ارزون قیمت جوانان نسل ما بود. ما تئاتر مثلا خیلی سخت بود پولشو گیر بیاریم بریم تئاتر ببینیم. دو سه بار من بیشتر در دوران دبیرستان نتونستم تئاتر ببینم که یکیش هم مثلا یادم تئاتر توپاز بودش که خیلی مشهور شد در تهران و اینا، و من در اونجا بود که برای اولین بار خانم نوبت والا رو دیدم، مهندس والا رو دیدم و عرض کنم که خانم ایرن رو. بله منظورم اینه که فضا اون شکلی بود. دکتر کاووسی آمد و شروع کرد شکافتن بی منطق بودن، بی ساختمان بودن کارهای سینمایی ایران رو. یعنی اون چیزی رو که خودش اسمش رو گذاشت فیلم فارسی، یعنی آمد یه زبانی درست کرد و بعضی فیلم ها فیلم های ایرانی هستند، بعضی فیلم ها فیلم های فیلم فارسی هستند. و این فیلم فارسی رو در واقع از طریق یاد دادن
گرامر سینما یاد میدادش که چرا این فیلم ها غلطند و غیره. البته با یه لحن خیلی کوبنده. بله بسیار کوبنده. بسیار کوبند. بله. بله. عرض کنم که من یادمه که در سال نهم دبیرستان که بودم من خواننده مجله فردوسی بودم و حتی گاهی مثلا نامه هایی هم می نوشتم و به نامه های منم در صفحه پاسخ به خوانندگان مثلا پاسخ میدادن. من خیلی خوشحال بودم که اسمم رو اونجا میذارن. مجله آسیای جوان هم بودش اون موقع که اقتراح ادبی میگذاشت و از این چیزا. من یادمه که من از مدرسه ابو مسلم در خیابان امیریه آمده بودم بیرون، میخواستم برم خونه و در صف اتوبوس خط 9 بود ایستاده بودم و داشتم مجله فردوسی میخوندم. بعد دیدم یه پسر جوانی کنار من ایستاده و هی با کنجکاوی من نگاه میکنه و بالاخره گفتش که آقا شما مجله فردوسی خونی؟ گفتم که بله. اونم گفت منم هستم. نکنه سپانلو بوده؟ نخیر، یه آدمیه که بعدا اصلا به هیچ کار فرهنگی نپرداخت ولی در اون زمان یکی از چهره های جالب دبیرستان ما بود، یعنی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. بعدها عرض کنم که ایشون شاگرد اول چیز شد، کنکور اعزام محصل برای شرکت نفت شد و رفت به انگلستان و یه 4 سال اونجا درس خواند و به عنوان مهندس نفت آمد. حالا این خدمتون عرض میکنم دیداری رو که بعد از آمدنش باهاش داشتیم، ولی به هر حال ایشون با من سوار اتوبوس شد و ما یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی که اتوبوس بودیم دیگه آنچنان چفت شد حرفمون با هم. خب لحظاتی بگم شما رو با دوستان های دیگر خودم پاشنم و توی هم مدرسه دوستان رو ریالا دوستان لحظاتی تصویرتون فریز شد و همدیگه چفت شدیم، این رو گفتی در هم؟ بله. و به من گفتش که تو لازمه که با بچه هایی که تو مدرسمون داریم بیشتر آشنا بشی. و فرداش من رو معرفی کرد به بهرام بیضایی. بهرام بیضایی هم تو برسه ما درس میکنم و در نتیجه ما شدیم 3 نفر. و خب بهرام عاشق سینما و تئاتر بود. من یادمه که یک دفترچه ای داشت که میرفت فریم های به فیلم های خوب رو میخرید و میآورد توی اون دفترچه میذاشت، آلبوم لبه داشت و فیلم رو میذاشتش زیر اون لبه ها و تماشای آلبوم فریم های فیلم های مشهور دنیا برای ما خودش سرگرمی شده بود. بین ماها بهرام بیضایی خود بعض بله نه خوبه بفرم بله. بین ماها بهرام بیضایی وضع خانوادگیش از لحاظ مالی بهتر بود، به همین دلیل یه اتاقی بهش داده بودن، تختی داشت و کتابخونه ای و ما عصرا از مدرسه میرفتیم منزل بهرام و میشستیم در اونجا راجب سینما و تئاتر رو این چیزها صحبت میکردیم. خانواده آقای بیضایی فرهنگی بودن، نظامی بودن، تاجر بودن، کاسب چی بودن؟ چه سنسی؟ از که آقای بیضایی از یک خانواده بهایی میامدن که پدرش عرض کنم که شاعر بود، عموش هم شاعر بود و انجمن ادبی هم داشتن که در خونهشون انجام چیز میکردش. خانواده کاملا فرهنگی بودن. چقدر جالب. عرض کنم حضورتون که بعد در اونجا ما دیگه عادت کرده بودیم که راجع به فیلم هایی که با هم دیگه می رفتیم تماشا می کردیم، بعد می اومدیم می شستیم خونه بیضایی مثلا راجع به فیلم ها صحبت می کردیم. و بیضایی یه استعداد عجیبی که داشت این بودش که تمام صحنه های فیلم رو به خاطر می سپرد و موسیقی فیلم رو هم به یاد داشت و بعد می آمد در اون اتاق تمام فیلم رو یه بار دیگه تنهایی اجرا می کرد با حرف ها و با موسیقی و حرکات و غیره. یعنی خودش خودش فیلم رو تکرار ما میشستیم لبه تخت او روبروی ما شروع میکرد یک فیلمی رو از نو برای ما نمایش دادن. مثلا یکی از اون فیلم ها به خاطرتون از چه فیلمی بود؟ بله من یادمه که یک فیلمی رو رفتیم به نام مستر شین، آقای شین، خب که یه فیلم کابویی بود و یه مردی بودش که میامد در یه خانواده ای و بعد با
بچه های اونجا خیلی اخ پیدا میکردن و بعدم باید میرفت. حالا من دقیقا داستان فیلم یادم نیست. فیلم آمریکایی بود. فیلم آمریکایی بودش. و عرض کنم که من یادمه که وقتی که این آقای شین سوار اسب شده بود و داشت میرفت به طرف افقی که همتو دور میشد، این بچه ها از دوره بهش میگفتن مستر شین، مستر شین، و این صدا میپیچید و ما از سینما که اومده بودیم رو دست جمعی هم تو تا برسیم خونه بهرام همش مستر شین میگفتیم. بعد عرض کنم که داریوش آشوری هم با بهرام بیزایی دوست بود و به این جمع پیوست و چند نفر دیگه ای که چون جزو مشاهیر نشدن الان خودم اسمشون تقریبا یادم رفته. و بعد مثلا من خودم توی خونه روی همین فضایی که در مدرسه ایجاد کرده بودیم رفتم و یک تاریخ‌خونه ای رو از روی کتاب خودآموز عکاسی درست کردم و دوربینی پدرم برای من خرید و من همینطور در محله از همه عکس میگرفتم و میوردم خونه. در این تاریخ‌خونه عرض کنم که ظاهر میکردیم و میدادیم که یه واقعه خنده‌داری هم پیش آمد. این بودش که من سر کوچه‌مون ماه محرم بود، این گردن کلفت‌ها و لاتو پوت‌ها و این حرف‌ها یه حسینیه درست کرده بودند و شبا سینه زنی می‌کردن. این کار یکی رفتش بهشون گفته بود که این پسره دوربین داره و یکی از این جاهلا ما رو صدا کرد و گفتش که امشب بیا از دسته ما عکس بگیر. ما هم دوربینمون رو برداشتیم و رفتیم و اینا هی سینه زدن و زنجیر زدن و نم کتل برداشتن و ما هی تون 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 از دهش گرفتیم و آمدیم خونه. و عرض کنم که در اون موقع که تاریک خونه خب یه سه تا تشت بود، دوای ظهور و دوای سقوط و بعد یه تشت آب بود و یه چراغ قرمزی که روشن میکردیم و این رو میدیدیم. ما این فیلم رو از توی دوربین در آوردیم و زدیم توی این دوای ظهور، همینطوری بالا پایین میبردم و دیدم که هیچی روی این فیلمه نیست و خلاصه سیاه شده بود فیلم و من حالا مونده بودم که برم به اینها چی بگم که این فیلم نیست. بعد معلوم شدش که کارخونه کوداک یک فیلم جدیدی به وجود آورده به نام کروماتیک که این فیلم کروماتیک به نور قرمز هم حساسه. عجب. و باید این رو فقط در تاریکی مطلق توی تاریکخونه ظاهرش کرد و من اشتباهی رفته بودم فیلم کروماتیک خریده بودم و این بلا سرم آمده بود. خلاصه من یه ماهی سعی میکردم تو کوچه پیدام نشه و تا اینکه به اینا یه جوری حالی بکنیم که آقا تقصیر ما نبود، تقصیر کارخونه کوداک بود. و از اون موقع ما مثلا یکی از کارهایی که میکردیم این بود که میامدیم یک قصه ای رو درست میکردیم و با عکس مصورش میکردیم. مثلا یک کسی همین پرتوی ما، خواهر من، عرض کنم که این یکی از هنرپیشه های این داستان های مصور ما بود که مثلا یکی از پشت رو میخواست پرتش بکنه و بعد یه نفر میرسید و جلوی قاتل رو میگرفت و یه داستانی جور میکردیم بعد این رو عکس دارش میکردیم. آها، داستان های مصور. بله بله. و به هر حال ما با عشق به هنر و سینما و این حرفا دوران دبیرستانمون تموم شد و وارد دانشگاه شدیم. دانشگاه عرض کنم که امکانات خب بیشتری رو فراهم کرد، به خصوص بهرام بلافاصله با اون آپاراتچی سالن سینما دوست شد. خب. و یه دفعه ما رو دعوت کرد و گفتش که بچه ها بیاییم بریم، عرض کنم که من یه فیلمی ساختم ببینید. گفتیم تو فیلم ساختی؟ گفت بله. رفتیم دیدیم که این برداشته مثلا یه 20 متر از یک فیلم رو با تیغ تمام عکس های روی اون رو پاک کرده، رسیده به اون خود اون سلولویدی که فیلم رو تشکیل میده. بله. بعد نشسته این رو فریم به فریم نقاشی کرده. عجب. به طوری که شما این فیلم رو که گذاشتم توی آپارات اون سالن نمایش دانشکده ادبیات، یک ها دیدیم یک قطاری همینطور دود از کلش بودن میشه وارد ایستگاه میشد و این رو فریم به فریم ایشون کشیده بود. یعنی کاری که مثلا توی کمپانی والت دیزنی میکردن اون موقع، بیزایی اونجا این کار رو انجام داد. و بعد هم شروع کردش عرض کنم که نمایش نویسی کردن و بعد موفق شد که نمایش نماهاشو چند تا نمایش عروسکی نوشته بود اینها رو منتشر بکنه و غیره. و
ما وارد اساسا سال 40 که وارد دانشگاه شدیم، در واقع وارد یه فاز جدیدی از جریان روشنفکری شدیم، به خصوص که همه ما از لحاظ سیاسی هم طرفدار، عرض کنم که آقای خلیل ملکی بودیم و دفتر علم و زندگی او که من بارها در این جلسات خدمت شما عرض کردم. جالب. در اونجا در دفتر آقای خلیل ملکی، بهرام بیضایی پیشنهاد کرد که ما بیاییم و یک جلسات تماشای فیلم بگذاریم. گفتیم چگونه؟ گفتش که این انجمن ایران و امریکا هم آپارات و هم فیلم کرایه میده به انجمنهایی که علاقمند به سینما باشن، بنابراین ما بریم اونجا بگیم ما یه انجمنی هستیم و آپاراتشون اینا رو کرایه کنیم بیاریم تو دفتر آقای خلیل ملکی نشون بدیم، که از اون به بعد هفته یه دونه فیلم اغلب مستند. من یادمه مثلا فیلم فلاهرتی رو که مربوط به کشف نفت در شمال امریکا بود رو ما در اونجا دیدیم، و بعدم بعد از پایان فیلم خود بهرام به عنوان منتقد اصلی و بقیه ما هم که تو اتاق نشسته بودیم شروع میکردیم راجع به این فیلم هایی که میدیدیم تجزیه و تحلیل کردیم. 16 میلیمتری بود فیلم ها؟ 16 میلیمتری. در کنار این موضوع عرض کنم که آقای فرخ قفاری هم که باز یک سینما شناس تحصیل کرده فرانسه بود و به ایران آمده بود، ایشون عرض کنم که در دستگاه وزارت فرهنگ و هنر موفق شد یک سالن قدیمی در انتهای ساختمون اون محوطه وزارت فرهنگ و هنر وجود داشت که بهش میگفتن که اینجا آتولیه کمال الملک بوده و بعد متروکه افتاده بود و ایشون اونجا رو تبدیل کردش به یک سالن سینما و یه چیزی رو درست کرد به نام کانون فیلم، و کانون فیلم شما میرفتید عضو میشدید و کارت عضویت میگرفتید و هر هفته روزای سه‌شنبه در اونجا هم آقای فرخ غفاری یه فیلمی رو میرفت از مثلا سفارت ایتالیا، سفارت فرانسه و غیره می آورد و در اونجا نمایش میداد که دیگه خب مثلا یه 50-60 نفری پای ثابت اونجا بودن، و در اونجا خب بحثا خیلی بالاتر و متعالی‌تر از بحثای توی اتاق ما بچه‌ها بودش، و یادم ابراهیم گلستان از کسانی بودش که بعضی وقتا او میامد فیلم رو معرفی میکرد، از کسانی که به اونجا همیشه ما میدیدیمش و اصلا اونجا باهاش آشنا شدیم، مثلا فروغ فرخزاد بود که پای ثابت عرض کنم که کانون فیلم بود. و آقای دکتر کابوسی کار دیگه که کرد این بودش که در بالای سینما هما در تقاطع عرض کنم که خیابان فردوسی و فکر میکنم فردوسی و حالا یادم نمیاد نادری یه اتاقی رو کرایه کرده بود و کلاس فیلم گذاشت. ما هم همه رفتیم در کلاس ایشون اسم نوشتیم دیگه، برای اولین بار مثلا ایشون یه دوربین فیلم برداری آورد سر کلاس رو نشون میداد و میگفت مثلا این لنزیه که باهاش میتونید کلوزآپ بگیرید، این لنزیه که لانگ شات بگیرید. منظور من اینه که ما هممون، من بیضایی عرض کنم که نادر ابراهیمی، اینها همه ما با فنون فیلم برداری به لحاظ نظری آشنا بودیم، ولی هرگز فکر نمی‌کردیم که یه روزی یه کسی دوربین دست ما بده بگه بیا این فیلمو بساز. تو همینجا رو داشته باشید، همینان هم یادتون باشه تو کجا. آقای نوریالا ما رو هدایت کردن، بسیار شنیدنی است این حرفا رو، یه جای دیگه نمی‌شنوید و به نظرم لازمه که نسل جوان بدونه در اون روزگار چه گذشت، مخصوصا روشنفکران ما چگونه زندگی میکردن، رفتار اونها در پی چی بودن، و این همه عشق علاقه که به هنر پدید آمده بود در سایه چه فضا و چه محیطی بود. آقای نوریالا من به شما فعلا خداحافظی میکنم و برنامه رو پی میگیریم با شما، موافقی؟ در خدمتتون هستم. تشکر.